معمولاً نمایش‌های جمعه سراسر کشور شمایی از بحران‌های گریبانگیر رژیم رو نشون میده. دیروز هم همینطور بود. اما در بین ابراز وحشت گماشته‌های ولی فقیه از شرایط انفجاری اقتصادی اجتماعی که تم ثابت نمایش‌های جمعه است، چیزی که این بار در اظهارات بسیاری از امام جمعه ها مشترک بود، اعتراف شکستن تابو ولی فقیه و سوز و گداز از اون بود. و همینطور اعتراف به این که حتی نیروها و بدنه نظام هم امیدی به ماندگاری این نظام ندارن و یقین کردن که نظام رفتنیه. گزیده ای از مجموع خطبه های نمایش جمعه از نظرتون میگذره. در تهران که نمایش جمعه اصلی است، آخون امامی کاشانی امام جمعه نمره موقت خامنه ای با سوز و گداز از اینکه امروزه همه مردم علنن درباره فساد و بیکفایتی همه ارکان نظام از دولت و مجلس و قوه قضاییه و بقیه حرف میزنند اعتراف کرد که این قبیل حرفها در مورد خود خامنه ای هم بر سر زبان هاست. بعدم درباره رهبر معصم انقلاب اگر خوبم بخوان حرف بزنن میگوین حرف میزنن ولی حرف ایشون رو گوش نمیدن. پس بنابراین بایستی نظام جمهوری اسلامی رو باش خداحافظی کرد، باید کنار گذاشت این نظام و این زبان به او میگه، او به او میگه، او به او میگه. آخون امامی کاشانی بعد از اعتراف به اینکه همه در داخل کشور از رفتن و سقوط رژیم حرف میزنند اعتراف کرد که در دنیا هم رژیم تنهاست و تمام دنیا علیه آن هستند. نظام جمهوری اسلامی غریبه، دنیا علیهش قیام کرد. اگر شما اون چه رهبر انقلاب دامزلو تأکید میکند همین رو بروید، تمام این راه رو بروید، به حول و قوه خدای متعال از این مشکل و از این امواج دریا این کشتی متلاطم ان شاء الله به سرمنزل مقصود خواهد رسید. آخوند کاشانی که ناامیدی و وحشت از تمام حرفایش میبارد، در حالی میگوید تنها خامنه ای میتواند این کشتی طوفان زده نظام را از این دریای متلاطم نجات دهد، که خود خامنه ای به شدت حتی از جانب نیروهای خود رژیم زیر سوال و زیر ضرب است. آخوند رکنی حسینی امام جمعه گناوه میگوید امروز دشمن به دنبال این است که به جوانان و جامعه القا کند که تمام مشکلات از ناحیه رهبری است. آخوند قربان علی برقرار امام جمعه گرگان میگوید عده‌ای از آقایان در جامعه که خود را طرفدار قرآن میدانند به گونه ای سخن میگویند که همین فردا کار انقلاب اسلامی تمام است. آخوند فلاحتی امام جمعه رشت دشمنان علیه ولایت فقیه و سپاه پاسداران هجمه وارد می کنند و به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی هستند. این که شنیدی تازه فضای گماشته های خامنه ای بود. موقعیت خامنه ای در سایر بخش های نظام از این هم اسفبارتره. از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس ارتجا در مطلبی خبرگان ارتجا و قطعنامه پایانی اجلاس اخیر اون رو مورد حمله قرار داد که چرا به جای انجام مسئولیت خودش که مورد سوال قرار دادن ولی فقیه و بازخواست از اونه و نهادهای زیر دستش به مسائلی مثل بازار ارز و سکه و امثال هم که در حوزه اختیارات مجلس و دولت وارد شدن.